به عزت هشه نسلیخ نسلی تو و مشه مناشا قهدت یعقوب ادامه قوانین هم نقل در شبات خب ما جلسه گذشته توضیح دادیم که هم و نقلی از تو ممنوعه که شخصی چیزی ها از رشو تیاخید بیاره تو رشو ربیم یعنی که از رشو تاربیم چیزی ها ببره تو رشو تیاخید و اینکه گفتیم همه مواردی که چیزی ها حمل بکنه و بیاره بیرون همین قانون ها داره چه اینکه روی شونش قرار بده چه اینکه توی جیبش باشه چه اینکه توی دهنش باشه چه اینکه تو دستش باشه و بیرون بیاره همه اینا هم نقله و در شبات ممنوعیت داره خب یه سری از موارد هست که اینا اصلا حکم حمل و نقل براش وجود نداره چیزهایی که درخ لویشا باشه یعنی به شکل پوشیدن باشه یعنی لباسی که ما میپوشیم و با اون میایم تو خب واضحه که این حکم همون کردن نداره به خاطر اینکه باطل میشه برای گوف آدم یعنی باطل میشه در مقابل بدن آدم که اونا پوشیده و اصلا به عنوان بار حساب نمیشه حتی هدف از پوشش اون اینه که مثلا خوشتیبتر باشه یا فقط هدفش اینه که بپوشه و بیاره برای دوستش با تمام اینها این مجازه و ممنوعیت نداره بنابراین مثلا فرض کنید با یه پیراهن هم آدم میتونه بیاد بیرون ولی خب کت روش میپوشه کراوات مثلا میزنه پالتو میپوشه روش همه اینا مجازه و ممنوعیت نداره چون درخ لویشاس به شکل لباس پوشیدنه و در گوف آدم به این شکل باطل میشه حتی دو تا لباس با هم هم مجازه مثلا فرض کنید دو تا پیراهن رو هم میپوشه یا فرض کنید دوتا لباس رو هم میپوشه که از خونه خودش ببره برای دوستش که یه خونه دیگه است این مجازه و ممنوعیت نداره و همینطور دو دوتا کمربند برای ما سفارادی ها روی همدیگه مجازه مثلا فرض کنید کمربند شباتی که حالا جلوتر در موردش بیشتر توضیح میدیم فرض کنید کمربند شباتی میبنده کمربند معمولی هم به شلوارش میبنده طبق ما سفارادی ها میشه سبک گرفت نازی ها سخت میگیرن نازی ها دوتا کمربند ها رو همدیگه نمیبندن ولی ما سفارادی ها میشه سبک بگیریم و دوتا کمربند هم رو همدیگه همونق حساب نمیشه اگه چیزی ها به عنوان لباس میپوشه حتی هدفش به خاطر اینه که مثلا لباس ها دیگهش کسیف نشه مثلا فرض کنید میاد یه لباس بارونی میپوشه که بقیه لباساش به این شکل خیس نشن یا کلای بارونی سرش میذاره تمام اینها مجازه و جنبه بار و همون کردن نداره خب دمپایی هم میشه آدم باش تو رشوت ها ربیم بیاد یعنی با وجود اینکه دمپایی, دمپایی مخصوص توی خونه هست و فرض کنید تو اتاق با اون دمپایی راه میره با این وجود میتونه با اونم تو خیابون بیاد و اینم هم جنبه هم کردن نداره خب ولیکن خب واضحه که شایسته فرد اسرائیل در احترامش نیست که با دمپایی بیاد بیرون و باید همیشه دقت بکنه که کفش مناسب داشته باشه و با اون کفش مناسب بیرون بیاد در مورد کفافوت یعنی دستکش دستکش تو شبات برای کسی که عادت داره و مطمئنه که دستکشش در نمیانه وسط خیابون تو راه که داره میره این مجازه که بیاد و, اس... و تو شبات از اون دستکش استفاده کنه برای استفاده از دستکش برای کسی که عادت داره و صد در صد مطمئنه که وسط راه از دستاش در نمیاره و به حالت همون نقل نمیاد میشه سبک گرفت بهتره که دستکش ها تو شبات سخت بگیریم بهتره ولی میگم اگه کسی عادت داره و مطمئنه که بین راه دستکشش از دستاش بیرون نمیاره. اونم میتونیم سبک بگیریم یا یعنی اینکه یه راه حل دیگه اینکه که خوب آدم دستکشش را به لباسش قبل از شبات بدوزه یا یعنی اینکه گره بزنه که صد در صد مطمئن باشه که از دستش بیرون نمیاره که بهتر میشه سبک گرفت که از اون دست دستکش تو شبات استفاده بکنه در مورد دگمه ای که برای زیبایی رو لباس یا سیخوت لنوی یه سوزنهایی هست که برای تزین به لباس میزنن اگه اونها دوخته شده به لباس و محکم به لباس و خطر اینکه از لباس جدا بشه و به حالت هم بیاد نیست مجازه که با اونها تو شبات بیرون بیاد و ممنوعیتی نداره اگه دگمه ای هست که این دگمه شله و احتمال اینکه وسط راه بیفته هست اینا باید سخت بگیره و با این دگمه تو شباز بیرون نیاد به خاطر اینکه احتمال اینکه بیفته و به حالت هم بیاد هست ببینید خلاصه ای مطلب این که هر چیزی که محکم به لباس هست و خطر اینکه بیفته نیست یا اینکه خطر این نیست که طرف بیاد اون از لباسش در بیاره نشونه وقیه بده در این صورت میتونیم سبک بگیریم که اون به عنوان لویشاس و بیایم و در شباس با اون بیرون بیایم. در مورد اون قسمتی که جای کمربندیه اون لولاوت که کمربند از اونها عبور میکنه اگه یکی از اونها پاره شده باشه این ممنوعیتی نداره که با این شلوار ما تو شباس بیرون بیایم و میتونه با این شباس میتونه با این لباس با این شلوار در شباس بیرون بیاد در مورد پالتویی که در اون دوخته در اون فرض کنید یک کلاهیه که با زیپ وصله یا کاپشن یک کاپشنی که یا سویشت که با زیپ کلاه پشتش وصله با وجود این که از این کلاه هم معمولا استفاده نمیکنه این مجازه و جمعه هم رو کردن نداره بنابراین سوی یا کاپشنی که کلاه با زیپ به اون وصله یا فرض کنید با دگمه به اون وصله میتونیم سبک بگیریم و با اون تو شباز بیرون بیایم و ممنوعیت نداره چرا چون اون جزء لباس حساب میشه جزء اون لباس حساب میشه و باطل میشه در مقابل کل اون لباس و حکم بار برای ما نداره گفتیم حتی با وجود این که از اون کلاهه ممکنه استفاده نکنه بازم میتونیم سبک بگیریم خب چیزی که به عنوان لباس نیست مجازه که تو شباز با اون بیرون بیاد اگه به شکل یکی از لباس ها میاد و اونا میپوشه با وجود اینکه هدفش اینه که بیاد اونا اون, لبا... اون پارچه یا اون لباس رو جابجا بکنه و اصلا کوانای پوشیدن نداره این مجازه بنابراین مثلا فرض کنید یه پارچه که طرف میخواد جابجاش بکنه میتونه به عنوان شال گردن تورشوت ها ربیم تو خیابون استفاده بکنه و این جمعه یه هم رو کردن نداره بنابراین چیزی اگه کسی خواست جابجا جا بکنه و به عنوان لباس اونا تبدیل کرد مثلا شال گردنش کرد یا فرض کنید مثل سایف روبنده مثل روبنده اونا درست کرد و با اون اومد تو خیابون این ممنوعیت نداره با وجود اینکه که هدفش پوشیدن نیست هدفش اینه که بیاد و اونا جابجا جا بکنه از یه خونه به خونه دیگه بله خب مورد دیگه اینکه اگر لباسی تو شبات پاره شد ما مجازیم که از سوزن قفلی بیایم و استفاده بکنیم سوزن فرنگی یا سوزن قفلی میشه استفاده کرد و اون سوزنه حکم هم نونق کردن نداره با وجود این که ما میام دو تیکه از لباسی که پاره شده را به هم وصل میکنیم این هم در شبات ممنوعیت نداره به خاطر اینکه این به عنوان تخشید حساب میشه به عنوان زیور حساب میشه و خطر اینکه ترس اینکه وجود داشته باشه که ما بیام این سوزن قفلی ها بازش بکنیم در بین راه نیست بنابراین مجازه ولی که این سوزن خیاطی این سوزن که تهش سوراخه و برای خیاطی استفاده میشه از اونا تو شبات نمیتونیم استفاده بکنیم اونا مخصص و استفاده کردن از اونها مجاز نیست پس سوزنی که مخصوص دوختن نمیشه تو شبات ازش استفاده بکنیم یا اینکه لباسمون که پاره شده اونها را به هم وصل بکنیم ولی سوزن قفلی مجازه و میتونیم لباسمون که پاره شده بیایم و از اون استفاده کنیم و جنبه هم رو کردن هم نداره خب یه اصلی هم همیشه بدونیم رسم گسترده شده که هر چیزی که حکم زیورالات داشته باشه که اصطلاح خخامین بهش میگن تخشیت به عنوان زیورالات باشه اینم جنبه هم رو نخ کردن نداره و رسمه که ما مجازه به همون شکلی که تو ایام هفته میاد و زیورالات ها استفاده میکنه تو شبات هم میتونه استفاده بکنه البته میدونید تو گمارا یه بحثی هست که خخامیم مجاز نمیدونن که ما از زیورالات استفاده بکنیم چرا؟ به خاطر اینکه قدیم وقتی زیورالات ها استفاده می کردن می و سطح راه در می آوردن نشونه دوستاشون می دادن نشونه بقیه می دادن. ولی امروزه همچین موردی نیست کسی نمیاد زیورالاتش ها مثلا فرض کنید گوشوارش نشونه بقیه بده در بیاره نشونه بقیه بده یا انگوشترش ها به همین شکل برای این امروزه رسمه که می تونیم سبک بگیریم و زیورالات ها خانوم ها می تونن در شبات استفاده بکنن و جنبه همرونه کردن نداره و مجازه بله خب البته یه نکته با، باید دقت داشت که کلید خونه که فرض کنید یکی تبدیل به نقره یا تلاش کرد با وجود اینکه مثلا میاد اونا به عنوان گردنبند استفاده میکنه اینا خیلی از خخامیم موافق نیستن به خاطر اینکه معلومه که اینا به عنوان کلید داره همون رو نقل میکنه که بعد بیاد باش در خونه را باز بکنه و به عنوان باره اینا بعضی از خخامیم سخت میگیرن که این کار انجام نده در مورد کمربند شباتی کمربندی که استفاده میشه برای کلید که بیایم و در خونه را باش باز بکنیم خیلی از خخامیم مخالف اینن خیلی خخامیم کمربند شباتی ها مجاز نمیدونن و میگن این کلید یه مطلب اضافه ایه جنبه آرایش و هم نداره بنابراین این خیلی از خخامی مخالفن که از کمربند شباتی بیایم و استفاده بکنیم ولی که خود حلاخا ذکر شده که جایی که راه دیگه ای وجود نداره مثلا همه میان کنیسا و راهی نیست که درو در بشه باز, ب... باز میشه سبک بگیریم که از کمربند شباتی استفاده بکنیم به شرط اینکه اون کلید باعث قفل شدن کمربند بشه یعنی خیلی مهمه که کمربند شباتی وقتی استفاده میکنیم حتما اون کلیده باعث قفل شدن دو قسمت از کمربند به هم دیگه باشه و در این صورت میشه سبک بگیریم در جایی که راه دیگه ای وجود نداره اینک خب اینک های طبی که مجاز هم, هم نیست اینک هایی که فقط مخصوص خوندنه دیدید بعضی ها یه این استفاده میکنن فقط زمانی که میخوان مطالعه بکنن ولی زمانی که میخوان راه برن یا مثلا از خونه بیرون میان از اون عینک استفاده نمیکنن باید دقت داشت عینکی که فقط مخصوص مطالعه هست را ما نمیتونیم بزنیم و با اون از تو خونه بیایم بیرون حتی اگه نیتمون اینه که از تو خونه اونا ببریم تو کنیسا که چیزی ها بخونیم چرا؟ به خاطر اینکه عینک فقط مخصوص مطالعه است و وقتی اون عینک ها بزنه و بیاد تو خیابون احتمال اینکه عینکش را برداره هست و به حالت هم رو نقل بیاد بنابراین خخواامی گفتن عینکی که فقط مخصوص مطالعه هست ما نمیتونیم بزنیم باش تو خیابون بیایم احتمال اینکه بردار و هم رو کنه هست بنابراین کسایی که عینک مطالعه استفاده میکنن بعد دو تا عینک داشته باشن یکی تو منزل نگه دارن و یکی هم در کنیسا قرار بدن و از اون استفاده بکنن عینکی هست که به دو شکل میشه استفاده کرد یعنی یه حالتی داره که میان مثلا اون شیشه اینک ها میزنن بالا اون تبدیل به طبی میشه وقتی دوباره پایین میارن تبدیل به مطالعه میشه به اینک مطالعه اینا رو میشه استفاده کرد اینا میشه استفاده کرد و باش تو خیابون بیایم و جنبه هم نه کردن هم نداره چرا چون خود به خود به عنوان طبی میاد و از اون استفاده میکنه خب در مورد عینک آفتابی برای کسی که عادت داره و مطمئنه که تو خیابون عینکش رو بر نمیاره و به حالت هم نمیاد مجازه بنابراین عینک آفتابی هم برای کسی که عادت داره میتونیم سبک بگیریم به شرط اینکه حتما مواظب باشه که اون عینک ها در خیابون بر نداره خب ساعت ساعت از اصل قانون مجازه با ساعت ما تو شبات میتونیم بیرون بیام ساعت دستی که به دست میزنیم بهتره که فلزی باشه یا از نقره یا طلا باشه ولی اگه بند چرمی هم بود کسی که سبک میگیره مجازه با اون در شبات بیرون بیاد ولی که ساعت هایی که جیبیه خب واضحه که تو شبات هم نو و نمیتونیم با اون ساعت های جیبی تو شبات بیرون بیایم در مورد سمرگفن یعنی پنبه فرض کنید هوا خیلی سرده یکی بیاد پنبه تو گوشش بذاره و تو شبات بیرون بیاد این مجازه مجازه و ممنوعیت نداره و بله به خاطر اینکه خطر این وجود نداره که خب پنبه بیفته و یهو برداره یه چیز ارز... اصلا ارزشمند نیست بنابراین میتونیم سبک بگیریم در مورد اه... کسی که دور از جون یکی از اعضای بدنش به صورت مصنوعی هست کسی که یکی از اعضای بدنش به صورت مصنوعی بهش وصله خب واضحه که مجاز تو شبات با اون تو خیابون بیاد و این هم جنبه هم کردن نداره اصا برا کسی که بدون اصا نمیتونه راه بره و تو خونه هم با اصا راه میره میشه تو شبات با اصا بیرون بیاد تو خیابون و هم نقل نیست برای این کسی که زاقنه پیره و نمیتونه بدون ا راه بره یا اینکه بیمار دور از جون نمیتونه بدون اسا راه بره یا اینکه دور از جون پاش مشکل داره و بدون اسا نمیتونه حتی تو خونه هم راه بره میشه سبک بگیریم که تو شبات با اسا بیرون بیاد ولی که کسی که فقط اسا رو دست میگیره برای اینکه بهتر راه بره ولی تو خونه اسا دست نمیگیره یا فرض کنید یکی اسا دست میگیره برای احترام اینجوری کابودش بیشتر میشه خب واضحه که تو شبات با این اسا نمیتونه تو خیابون بیاد پس اسا فقط برای کسی میشه استفاده کرد تو خیابون که بدون اسا نمیتونه راه بره اگه برف اومده خب بازم با اسا نمیتونیم از خونه بیرون بیاد. مگر اینکه برف شدیدی اومده و اون برفا یخ زده یا اینکه سراشیبیه و نمیتونه بدون اون اسا راه بره و اون برفا یخ زده در این صورت میتونیم سواک بگیریم که به عنوان کمک بتونه از اون اصلا استفاده بکنه خب کسی که دور از جون نابیناست اونم با اصا نمیتونه در شبات بیرون بیاد اگه اون اسا استفاده میشه فقط برای صاف کردن قدمهاش اینم باید دقت داشت ولی کسی که نابیناست میتونه با کله و هنخیا یعنی اون سگ راهنماش بیرون بیاد و این مانعی نداره میتونه اون افسار اون سگه را دستش بگیره و این ممنوعیت نداره کسی که دور از اون سوار صندلی چرخدار میشه اونم در شبات میتونه با اون صندلی چرخدار بیرون بیاد در صورتی که خودش صندلی چرخدارش را به حرکت در بیاره و باید سه مورده که در نظر بگیره یکی اینکه که حتما باید سوار اون صندلی چرخدار تو خونه بشه نمیتونه بیاد بیرون بعد سوار بشه تو خونه سوار اون صندلی چرخدار میشه و با اون صندلی از خونه بیرون میاد دومین مورد که باید دقت بکنه این که وقتی سوار صندلی چرخداره هست نباید هیچی دستش باشه یا هیچی آویزون باشه به اون صندلی چرخ داره اینا باید در نظر داشته باشه و سوم این که وقتی از اون صندلی چرخدار استفاده میکنه زنگوله و اینا بهش آویزون نباشه که صدا بده این هم باید در نظر بگیره و یه نکته ای که خیلی مهمه یه فرد اسرائیل نمیتونه صندلی چرخدار یه شخصی ها به این شکل هل بده و بیاره تو خیابون این هم رو نقله و مجاز نیست تنها راهش اگه کسی نمیتونه خودش صندلی چرخ به حرکت در بیاره تنها راهش فقط الیده گویه توسط یه فرد غیر اسرائیل میتونه اگه میخواد بیاد کنیسا و سرخ میسواس اون صندلی شخدا رو هل بده و اون شخصا به کنیسا بیاره استفاده کردن از کالسکه یه بچه تو شبات خب واضحه که مجاز نیست همون نقله ما نمیتونیم کالسکه بچه را تو خیابون بیاریم اگر سرخ میسواس و احتیاجه الید گوی میشه علیه گوی توسط یه فرد غیر اسرائیل میشه سبک بگیریم که اون کالسکه را بیاد از تو خونه بیاره تو خیابون مثلا میخوایم بریم تو کنیسا در این صورت میشه سبک گرفت ولی توسط یه فرد اسرائیل کالسکه بچه به حرکت در بیاد این مجاز نیست کسی که سمعک استفاده میکنه مجازه که تو شبات از سمعک استفاده بکنه به شرط اینکه قبل از شبات اون سمعک ها روشن بکنه و این هم جنبه هم کردن از این بابت وجود نداره کسی که دستش را گچ گرفته یا پانسمان کرده این هم جنبه همون کردن نداره و یا اینکه کسی که اومده دندوناش این پلنت کرده به خاطر صاف شدن دندوناش اینا هم حکم هم کردن نداره و میتونه تو شبات به این شکل بیرون بیاد مورد بعد این که مجازن آقایون با تلیت گادول تو شباز بیرون بیان تلیت گادولا میتونه بپوشه حتی زیر لباسش و این جنبه هم کردن نداره پس با تلیت گادول میتونه آدم بیرون بیاد ولی که تلیت گادولی که پاسوله مثلا فرض کنید یکی از بنداش پاره شده که باعث پاسول شدن اون سیسیت میشه در این صورت نمیتونه با این لباس بیرون بیاد به خاطر اینکه اون بنده هم میشه بنابراین با سیسیت کاشر که پوشیدیم میتونیم تو شبات بیرون بیایم هم نر نیست ولی اگه سیسیتیه که پاسول بنداش پاره شده اون قسمتی پاره شده که باعث پاسول شدن اون سیسیت میشه این حکم هم نر داره به خاطر اینکه اون بندها اضافه است و نمیتونه با اون سیسیت در شبات بیرون بیاد خب اگه اجازه بدید تا اینجا فراخاش میکنیم سوالی هست؟